یکی از آثاری که در استان زنجان هست و در نوع خودش بی‌نظیر هست، اثر حجاری معبد داشکسن هست. معبد داشکسن یکی از معابد بودایی هست، شاید تنها معبد بودایی در ایران باشه که در دوره ایلخانیان به وجود اومده، همزمان با ساخت گنبد عظیم سلطانیه. در مراحل ساماندهی این معبد بسیار زیبا که نقش اژدهایی است که به صورت حجاری در دو طرف این معبد حجاری شده، در جریان ساماندهیش یک سردیسی رو پیدا کردیم که در نوع خودش بی نظیر هست که شما نمیتونید نظیر این رو در دوره ایلخانی پیدا کنید. باقی مانده سردیسی است که شما اینجا مشاهده میکنید که به صورت سربند و یک برگ زیتونی که در قسمت بالای سر این سردیس قرار داره، که این هم یکی از آثار منحصر به فرد موزه باستانشناسی ذوالفقاری زنجان. دریایی میمونه تو جنوب، من خیلی دیدم مثل این چی میگن صدفای دریایی. صدفه؟ نه این یک دستساخت بشری از سفال هست که یکی از ابداعات ایرانی‌ها هست که در اقلیم گرم و در زمان‌ها و فصول گرم برای که نوشیدنی‌هایی که میخوام بنوشن رو خنک نگه دارم و خنک بنوشن، یک چیزی رو درست کردم به نام فقاع. فقاع دقیقا همون نقش کوزه رو داره که آب رو با یک چیزی داخلی می‌ریختن و با چیز می‌نوشیدن. اینجا هم دوره اسلامیه دیگه، درسته؟ اینجا مجموع آثار دوره اسلامی هست، باز مجدداً ادامه تالار قبلیمون هست، آثاری که قرن پنجم، ششم و هفتم هجری قمری هست. اینجا لعاب رو داریم میبینیم. دقیقاً، اینجا دیگه لعاب به وفور در آثار دیده میشه. نکته جالب این اشیا که در این ویترین هست، مخصوصاً طبقه بالا، این اشیا به صورت اتفاقی موقعی که میخواستن یک ساختمان بانکی رو بسازن از سطح زمین پیدا شد. این نشون میده که شهرهای ما غنای خاصی در زیر خاکشون از بابت آثار موجود در ادوار مختلف تاریخی رو دارن. ما اون مجموعه رو از مجموعه دوسران قره پشتو به دست آوردیم که باز یکی از مناطق تاریخی ما هست که در کاوش‌های باستانشناسی به دست اومده و سایر آثاری که اینجا مشاهده می‌کنید. فکر کنم دیگه الان هم تداوم داره، مثلا ما توی نطنز بحث سرامیک‌سازی رو داریم که همین تقریبا شبیه همین نطنز. بله چیزه، ولی آنچه که این سفال‌ها رو از همدیگه جدا می‌کنه فرم و نقوش سفال هست. شما نطنز نقوش خاص خودش رو داره، سفال آبی شهرضا نقوش خاص خودش رو داره که نقوش ماهی و این چیزا هستش. بله اینجا این هم باز به واسطه اون تغییر جایگاهشون در منطقه سلطانیه هست که دقیقاً نقوشی هست که در گچبری سلطانیه به دست از گچبری سلطانیه استفاده شده، در منطقه سلطانیه به دست اومده که از لحاظ شناسنامه‌ای باز کاملاً مختص به منطقه تمدنی زنجان و سلطانیه هست. شما برامون بگین که به زنجان ضرب سکه داشته؟ یکی اصلا ببینید، یکی از ملت‌هایی که در تاریخ همیشه به عنوان آدم‌هایی که سریع پیشرفت کردن و وارد معادلات پول در مقابل کالا شدن ایرانی‌ها بودن. سکه رو اول بار ایرانی‌ها ضرب کردن. خب به همین خاطر در مناطق مختلف و دوره‌های مختلف تاریخی این سکه‌ها از کام خدمتتون پیدا میشه. حالا میگه زنجان در دوره سکه های مخصوص خودشو داشته، یکی در دوره ایلخانیان هست. دوره ایلخانیان به واسطه پایتخت این تمدن بزرگ در شهر سلطانیه هست، محل حکومتی و محل اقتصادی
این حوزه تمدنی که یکی از حوزه‌های تمدنی بسیار بزرگ تاریخ هست، ایلخانیات که پایتخت زنجان اونجا شکل میگه. یک دوره‌ای هم هست که ضرب سکه‌های مخصوص خود زنجان هست، دوره‌ای هست که عرض کنم خدمتتون در اوایل دهه 20 همین قرن حاضر که روس‌ها میان اینجا رو به وسیله حزب دموکرات و توده‌ای‌ها میگیرن، ضرب سکه میکنن که حتما در شما ویتیت های ما دیده دیده سکه، یعنی سال 1120 ضرب سکه شما داشتین در زنجان. درسته. خب این فضاها رو با هم دیدیم، با این فضا آشنا شدیم، میریم به جایی که میخواییم در مورد پوشش انسان‌ها توضیح بدیم و بگیم که این پوشش از چه سالهایی بوده و خیلی هم جالبه تا کم کم قدم به قدم گام به گام نزدیک بشیم به سوژه اصلی. تصاویری که شما بینندگان عزیز مشاهده کردین مرتبط میشه به البسه‌ای که در دوران بسیار دور تنپوش ایرانی ها بوده و چقدر زیبا و ظریف بافته شده و در واقع دست بافته هستن. آیه امان سحمتی بیشتر برامون توضیح میدن که این البسه من چه دورانی هستش. ما مجموعه البسه و مجموعه منسوجاتی که در این تالار داریم مربوط هست به دوره هخامنشی و دوره ساسانی. تعجب نکنید، بله، شاید تنها موزه‌ای هستیم بعد از موزه ایران باستان که ما منسوجات دوره هخامنشی رو داریم، 2500 سال پیش. آنچه که مورد تعجب و آن شگفتی بازدید کنندگان هست، یک، خود اشیا و خود منسوجات هستند، دوم نحوه بافت و نقوشی که بر روی این پارچه ها به وجود اومده. شما تکنیک بافت این پارچه ها رو اگه مشاهده بکنید، یکی از پیچیده ترین تکنیک های بافت منسوجات هست که حتی امروزه در اون با این تکنیک ها بافت پارچه رو انجام میدن. خیلی ظریف بافته شده. اصلا بافت ظریف، نقوش ظریف، حتی ورود نقوش نباتی و گیاهی در بافت پارچه که یکی از زیباترین اونها این پارچه هست که اینجا شما مشاهده میکنید که از دوره ساسانی هست، اواخر البته اوایل ساسانی و اواخر اشکانی هست که در نوع خودش از بابت بافت و حتی رنگ‌آمیزی پارچه بی‌نظیری هست. جنس هم از پشم گوسفند اومده. از پشم گوسفنده. ما مطالعاتی که با دانشگاه بوخوم آلمان سر این مجموعه داشتیم به یک نکته بسیار جالبی دست پیدا کردیم. اینکه اکثر این پارچه‌ها از پشم گوسفند سفید، پشم سفید گوسفند که امروزه ما گوسفند سفید در منطقه نداریم، یعنی خودش نشون میده که در این منطقه یه مدتی گوسفندهایی پرورش میدادن که پشم سفید داشتن که باز اون یکی از یافته‌های بسیار ارزشمند این مطالعات باستان‌شناسی. خب ما الان آقای مهندس صمدی در اکثر نقاط ایران جاهایی رو داریم که کاربافی توش انجام میشه، همون پارچه بافی معروف که همون دستگاه‌هایی هستش که به هر حال پارچه بافی می‌کنن، به خصوص حالا توی استان یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی همچنان کاربافی هستش. جای دیگه هم من دیدم این توسط همون دستگاه کاربافی بافته شده. دقیقاً همین دستگاه‌های دووردی، سه‌وردی، دستگاه‌هایی هست که با اون پای که دارن انجام میدن، نشون میده که اون موقع ما ابزار بافندگی و ابزار نساجیمون در این منطقه در پیشرفت بسیار قابل توجهی بودن که تونستن این پارچه ها رو اینجا ببافن و در تزیین و لباسشون به کار ببرن. اما این پارچه ها رو کی میپوشیده؟ مردم عادی. مردم عادی. نمونه مردم عادیش کجا هسته؟ نمونه مردم عادی رو که بگم. حالا میخوام به این جایی که برای خیلی از شماها تعجب‌آور خواهد بود. شما نمیدید 2000 و
350 سال پیش مردم عادی چی می پوشیدن؟ شما نمیدونید 2350 سال پیش کفش مردم چگونه بوده؟ شما نمیدونید آخرین غذایی که میتوان پی برد که کسی که در اون زمان کشته شده آخرین وعده غذایش چی بوده؟ ولی شما میدونید. ما میدونیم، نه من. اینجا اثر ارزشمندی رو نگهداری میکنیم به نام مردان نمکی. خیلی های میرزا در مورد مومیایی ها میشنون، میگن که در فلان منطقه مومیایی پیدا شده. مومیایی به صورت مصنوعی که توسط انسان انجام میشه در حوزه تمدن ایران دنبالش نگردید. چه قبل از اسلام که ملت اکثر زرتشتی بودن، با آموزه‌ها و باورهای مذهبیشون اجازه نمیداد، چه بعد از اسلام که اصلا آموزه‌های دینی ما اجازه نمیده به بحث نگه داشتن جسد با اون شرایط باشه. ولی در بحث مومیایی های طبیعی ما در دنیا سه نوع مومیایی داریم. آیسمن هست یا آیسمن ها یا مردان یخی هستن که معروف ترینش از ارتفاعات آلپ به دست اومده و امروز در ایتالیا نگهداری میشه. مردان مردابی یا مردان صابونی که بیشتر در دانمارک هست، آدمایی که به صورت چیز در سالم در مرداب ها بیفتن به واسطه اون رسی که هست و اون پیه تن انسان قاطی میشه جسد سالم میمونه. ولی هر دوی اینها که از محیط خارج بشن فساد پذیریشون شروع میشه. اما بی نظیرترین این مومی های طبیعی سالتمن یا مرد نمکی است. دو تا چیز هست بعد از مرگ رشد پیدا میکنه. 10 روز تا بعد از مرگ رشد پیدا میکنه. یکی موه، یکی ناخونه. آخرین ریشه رو پیدا میکنن، آخرین ریشه مو هم نگاه میکنن. ترکیبات پروتئینیش چی باشه، پی به آخرین وعده غذایی این آدم میبرن. جدا؟ از اون پی برده ماهی خورده بودن. ماهی شورت در چیز نه. یعنی من ترسیدم. آقا شما ادامه بدین، من برم بقیه رو ببینم. بله. بی‌نظیرترین اینها سالتمن ها یا مردان نمکی هستن. مردان نمکی فقط در زنجان و در معدن نمک چهرآباد پیدا شد. اولین مرد نمکی که پیدا شد که در موزه ایران باستان هم نگهداری میشه، با مطالعات باستان شناسی که انجام شد متعلق بود به 1700 سال پیش. 1700 سال پیش کیه؟ میشه اواخر اشکانی و اوایل ساسانی. بعد از دقیقاً 10 سال مجدداً طی یک اتفاقی مرد نمکی دوم پیدا شد که یک مردی با قد 184 سانت قد و تکه های استخوانی که به واسطه اینکه غیر علمی به دست اومده بود از هم پاشیده بود، دیگه کار باستان شناسی به صورت علمی انجام شد. مرد نمکی سوم پیدا شد. در بین این مردان نمکی بی‌نظیرترین مرد نمکی که پیدا شد و در دنیا به عنوان یک پدیده بزرگ باستان شناسی معروف است که دانشگاه آکسفورد، دانشگاه بوخوم آلمان یکی از محورهای اصلی مطالعات شد در حوزه باستان شناسیشون این اثر ارزشمند هست، مرد نمکی شماره 4 هست. مرد نمکی شماره 4 که به دست اومد کار مطالعات و سالیابی توسط کربن 14 انجام دادیم. مشخص شد که این جسد مال 2350 سال پیش است، یعنی در اوج حکومت هخامنشی. ما هیچ سندی اینکه مردم عادی چه می پوشیدند در دوره ساسانی، در دوره هخامنشی نداریم. تنها سندی که مردم عادی چه می پوشیدند یک دست لباس سالمیه که به تن این مرد نمکی است. شما اگه بخواید در مورد پاپوش‌ها، کفش‌ها صحبت بکنید، مردم اروپا، مردم عادی اروپا از قرن 4 5 به بعد شروع می‌کنن کفش پوشیدن. یعنی 1600 سال پیش. یک کارگر 18 ساله زنجانی 2350 سال پیش کفشی به نهایت زیبا به پاش داره. یعنی دقیقاً مثل کفش‌های امروز زیره داره،
بند داره، عرض کنم خدمت اون کامل طراحی شده است. به ما گفتن با کار مطالعاتی انجام داده بودن، گفته بودن که چاقوسازی در زنجان از دوره صفوی شکل گرفته. چرا؟ میگفتن زنجان نزدیک به منطقه درگیری با عثمانی ها بوده، ولی منطقه امنی بوده، اینجا محل تأمین اسلحه های مثلا لشکر ایران بوده برای مبارزه با عثمانی ها. بعد از ماسوله از فلانجا اومده اینجا. ولی اتفاقی که این با کشف این معدن مرد نمکی انجام شد، چاقویی است که به کمر این بسته شده، دقیقا مثل همون چاقوهایی است که امروزه چاقوسازان زنجانی دارن میسازن. نسبت تیغ به دسته، فرم عرض کنم خدمت چاقو، با همین اتفاق قدمت چاقوسازی در زنجان به 2350 سال پیش برگشت. نوجوان جوان 18 الی 19 ساله هست که عرض کنم خدمتتون در حال برداشت نمک از معدن نمک چهرآباد زنجان، نمک فرو میریزه، این در تونل که میریزه زیر آوار نمک میمونه، به واسطه اینکه هم پایین و هم بالای جسد نمک بوده اصطلاحا نمک سود میشه. من مطمئناً به عنوان نه اینکه زنجانی هستم، نه، به عنوان کسانی که در کنار زنجانی ها بزرگ شدم، زنجانی ها دل مهربونی دارن، دل مهربونی که به ارث بردن از نیاکانی که این آثار ارزشمند رو از اونها ما به ارث بردیم. دعوت میکنم میهمان دل مهربان زنجانی ها باشید. مطمئناً اگر اومدید زنجان با دست خالی بر نخواهید گشت. یکی از آن چیزهایی که در کیسه شما جا خواهد گرفت چهره مهربان و میزبانان خوبی خواهد بود که میزبانان شما هستند و انشالله خواهد. خیلی ممنون، تشکر. به شهر زنجان میزبان مهربانی ها هم گفته میشه، مردمانی مهربان و خونگرم و مهمان نواز و بسیار پرکار و پرتلاش هستند. و از شما بینندگان برنامه همسفر دعوت میکنیم در روزهای آینده همراه و همسفر ما در استان زنجان و شهر زنجان باشین، چرا که گفتنی های زیادی داریم. 30080 سامانه پیام کوتاه شبکه مستند سیماست. منتظر انتقادات، پیشنهادات و دعوت شما از آن هستیم.